سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. اخبار بدست آمده از اسپانیا نشان می‌دهد بارسلونا عزم جدی برای جذب کوارسی خیلیا در تابستان 2024 دارد. شکست 4-گله فوتبال مانچافت مقابل تیم ملی ژاپن. این اتفاق است که واقعا در خاک آلمان رقم خورد. کوین دبروینه در پاسخ به این سوال که ترجمه می‌دهد با کریستیانو رونالدو یا میسی بازی کند پاسخ جالب داد. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. خویچا کوارسی خیلیا هدف بزرگ اصلی بارسا برای تابستان 2024 است. این موضوعی است که توسط ایل ناسیونال نوشته شده که طبق آن بلوگرانا در حال برنامه ریزی برای یک خرید بزرگ است و رویای به خدمت گرفتن او را در یک سال آینده است، زمانی که ژائو فلیکس به پایان قرارداد قرضیش میرسد در سر دارد. البته که با توجه به مشکلات مالی باشگاه کاتالان آنها برای این اقدام به وضوع با گره اقتصادی مواجهند، اما به نظر میرسد مشکلات به آرامی در حال حل شدن است. ناپولی برای ستاره گرجستانی بیش از 100 میلیون یورو میخواهد که باید دید بارسا تا یک سال دیگر میتواند این مبلغ را بپردازد یا خیر. لیورپول، نیوکاسل، پاریس سن ژرمن و ریال مادرید دیگر باشگاه های علاقمند به پدیده فصل گذشته سری آ هستند. ونگر چپ پست است که بارسا به دنبال تقویت آن است که با وجود جدایی عبده و حضور قرضی ژائو فلیکس در بارسا، این تیم به خرید بازیکن در این پست نیاز دارد. بارسا از حالا خودش را برای ترکاندن یک بم در تابستان آینده آماده کرده، هرچند که خرید کوارسی خیلیا برای کاتالان ها بسیار سخت به نظر می رسد. تیم ملی ژاپن ده ماه پس از پیروزی تاریخی اش مقابل آلمان در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی قطر، دیشب موفق شد این تیم را یک بار دیگر در دیدار دوستانه شکست دهد. شاگردان هاجیمی موریاسو در این دیدار شکست سنگین تر به حریف قدرتمند خود تحمیل کرده و 4-1 پیروز شدند. موریاسو در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی با آلمان در مورد پیروزی شیرین شاگردانش گفت: نه تنها باید به خودمان تبریک بگوییم، بلکه باید به این پیشرفت همچنان ادامه دهیم. فشار خوب به آلمان آوردیم و نتیجه خوب کسب کردیم، اما باید به پیشرفتمان ادامه دهیم. باید فشرده‌تر بازی کنیم و در هنگام حمله و دفاع گروهی کار کنیم. باید در هنگام واکنش پویاتر باشیم. ما در حال حاضر در میانه‌های یک دوره خوب قرار داریم. او معتقد است که فوتبال آلمان با وجود افت فاحش در یک سال اخیر همچنان یک ابر قدرت محسوب می‌شود. کیفیت فوتبال آلمان همچنان در سطح جهانی است و نمی‌توان آن را به بازی امروز یا ده ماه پیش ربط داد. هر تیم مثل یک موجود زنده است که روزهای خوب و بد را تجربه می‌کند. من مطمئنم که آلمان هنوز یک ابر قدرت در فوتبال دنیاست. سرمربی ژاپن به اظهارات فروتنانه خود درباره فوتبال آلمان ادامه داد و گفت: بسیاری از چهره‌های شاخص فوتبال آلمان به ما کمک کردند تا سیستم خود را توسعه داده و به شکل امروزی در بیاییم. بازیکنان ژاپنی زیاد در بوندسلیگا بازی کردند و چیزهای بسیار آموختند. ما از آلمانی‌ها خیلی سپاسگزاریم. تیم ملی ژاپن بعد از کسب این پیروزی شیرین در دومین دیدار دوستانه فیفا دی جاری مقابل ترکیه به میدان خواهد رفت. این دیدار روز سه‌شنبه در بلژیم برگزار می‌شود. مانچافت با هدایت فلیک تنها یک برد در سال 2023 کسب کرده است. صحبت های این مربی را در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی با ژاپن در ادامه میبینید. اول از همه باید تاکید کنم که ما امروز به شدت ناامید شدیم. اعتراف میکنم که ژاپن تیم خوبی بود. ما منابع لازم برای عبور از دفاع فشرده آنها را نداشتیم. بازی را خوب شروع کردیم ولی این کافی نبود. بعد از دریافت گل اول خیلی زود گل مساوی را زدیم و باز هم گل خوردیم. نمیتوان تیم را به خاطر موضوع خاص مقصر دانست، چرا که همه ما بچه ها تلاشمون را کردیم ولی تیم حریف به شایستگی به برد رسید. با صراحت میگویم که امروز شایسته پیروزی مقابل ژاپن نبودیم و شرایط این کار را نداشتیم. بازیکنان ژاپن همگی آموزش دیدند و ما در فوتبال آلمان باید از خواب بیدار شویم و سخت کار کنیم. با وجود این که هضم این نتیجه سخت است، اما ما به کار خودمان ادامه میدهیم. چیزی برای توضیح دادن وجود ندارد و میخواهیم به مسیرمان ادامه دهیم. با کاری که انجام میدهیم اطمینان داریم و به همین دلیل است که برای من همه چیز ادامه دارد. اکنون باید به خوبی خود را آماده بازی با فرانسه کنیم. واضح است که ناامیدی بسیار زیاد وجود دارد و انتقادات را درک میکنم، ولی نمیتوانم بیشتر از این در موردش صحبت کنم. بیلت با این جمله گزارش بازی آلمان ژاپن را آغاز کرد و نوشت: اگر این تیم ما برای جام ملت‌های اروپا باشد، باید احتمالاً بترسیم و نگران باشیم. شکننده بدون پیروزی و به نظر میرسد که فلیک باید نگران موقعیتش باشد، چرا که به زودی کارش را از دست خواهد داد. به نظر میرسد فقط یک معجزه میتواند در چنین شرایط فلیک را روی نیمکت آلمان حفظ کند. شاگردان او روز سه‌شنبه دیدار سخت مقابل فرانسه خواهند داشت. نیکو شوتلبرگ بعد از یک ساعت کابوسوار مقابل ژاپن تعویض شد تا آرامش به خط دفاعی آلمان برگردد. او یکی از بدترین شبهای فوتبالش را پشت سر گذاشت و به قدر پراشتباه و ضعیف کار کرد که به سختی میتوان عملکرد بدتر از عملکرد دیشب را از این بازیکن انتظار داشت. مدافع میانی دورتموند ناامیدانه در سمت چپ خط دفاعی مانچافت غرق شد و روی دو گل ابتدایی ژاپن اشتباهات مرگبار داشت. شلوتربرگ یک اشتباه بزرگ دیگر نیز مرتکب شد که میرفت به گل سوم حریف منجر شود، اما مارک آندره تر اشتگن مانع از آن شد. او بعد از این عملکرد با سرافکندگی تعویض شد. این بلایی بود که هانسی فلیک سر شلوتربرگ آورد. این ایده سرمربی آلمان بود که از یک مدافع میانی در پست دفاع چپ استفاده کند.
مدافع دورتموند در فاز تهاجمی عملا خل سالا بود و در نبردهای تن به تن نیز معمولا مغلوب ژاپنی ها میشد. بسیاری از کارشناسان تلویزیونی زمانی که شلوتربرگ در نیمه دوم نیز برای آلمان وارد زمین شد شگفت زده شدند. لوتار ماتیوس کارشناس آر تی ال در بین دو نیمه با انتقاد از بازی مدافع چپ آلمان گفت: او نه به خوبی حمایت می شود و نه می تواند فاصله خود را با حریف را حفظ کند. این تنها ایده ناکام فلیک مقابل ژاپن نبود. او از یوشوا کیمیچ نیز در سمت راست خط دفاعی بازی گرفت، در حالی که این بازیکن نیز یک مدافع وسط است. شلوتربک زوج نیکولاس سوله در خط دفاعی دورتموند تا کنون در تیم ملی آلمان نمایش قابل قبول را نکرده است. او که در بازی مقابل ژاپن در جام جهانی نیز اشتباهات فاحش داشت، در تساوی مقابل اوکراین نیز بسیار ضعیف ظاهر شد و بعد از اشتباهات دیشب مقابل ژاپن شاید دیگر جایی در ترکیب آلمان نداشته باشد. در شبی که هواداران آلمان بازیکنان تیم خود را با سودهای ممتد متوجه ناراحتی خود میکردند، فقط یک نفر مورد تشویق قرار گرفت و او کسی نبود جز توماس مولر. اسطوره باشگاه بایر مونیخ که پس از مدتها به تیم ملی آلمان برگشت و جانشین کای هاورس خسته شد. مولر که البته حضورش تأثیری در نتیجه نداشت و در نهایت شاگردان فلیک فاجعه شنبه شب را رقم زدند. با انجام بازی 122 خود برای آلمان از رکورد باستین شواینشتایگر هم گذشت تا به تنهایی چهارمین رکورددار پوشیدن پیراهن مانشافت باشد. مارک آندر ترشتگن که در این بازی 4 گل دریافت کرد، در مقابل 7 سیو موفق داشت و از شکست سنگین هم بازیانش جلوگیری کرد. در میان انتقادات از آنسی فلیک، ترشتگن هنوز او را سرمربی مناسب برای نیمکت آلمان میبیند. ترشتگن درباره این که آیا آنسی فلیک هنوز مربی مناسب است یا خیر گفت: بله قطعا، همیشه آسان است که بگویم مشکل مربی است. در وزبان بارسا در دفاع از سرمربی آلمان ادامه داد: او ترکیب خیلی خوب را انتخاب کرد، اما ما برنامه های آن را اجرا نکردیم. صادقانه بگویم ما تیم بزرگ داریم، اما نمیدانم چرا نمیتوانیم آن را در زمین بازی نشان دهیم. امروز ضربه سخت دیگر را متحمل شدیم. با نقل از اسپورت بابل، کوین دبراینه یکی از بهترین بازیکنان نسل خود است و خیلی ها هاوک منچستر سیتی را یکی از بهترین هاوکهای دنیای فوتبال میداند. ملی پوش بلژیمی با بازیکنان زیاد در سطح باشگاهی و ملی روبرو شده و گفته است که ترجیح میدهد با فاکتوری سابق منچستر یونایتد بازی کند، چرا که رونالدو مهاجم کلاسیک است. دبراینه در پاسخ به این سوال که دوست داشت با رونالدو هم تیمی باشد یا میسی گفت: احتمالاً میتوانم بگویم رونالدو، چون او بیشتر یک مهاجم کلاسیک است. میسی بیشتر یک بازیساز است. من خودم یک بازیساز هستم و به همین خاطر دوست دارم کنار یک مهاجم کلاسیک باشم. دبراینه ارتباط خوب با ایلینگ هالند دارد و این یکی از عوامل موفقیت سیتی در فصل گذشته بود. هالند در اولین فصلش در منچستر سیتی موفق به زدن 52 گل شد و رکورد فوق‌العاده‌ای را به هم از خود به جای گذاشت. میسی و رونالدو بیش از 15 سال است که دنیای فوتبال را در تسخیر خود داشتند و گل‌های زیاد را نیز به ثمر رساندند. با طوری که 79 جام و 12 توپ طلا بینشان تقسیم شده است. رقابت آنها یک رقابت سالم بود، چرا که یکدیگر را مجبور کردند تا سطح بازیشان را بالا ببرند، اما اکنون در سالهای پایانی فوتبالشان دیگر در اروپا بازی نمی‌کنند و رونالدو معتقد است که رقابت آنها دیگر وجود ندارد. رونالدو در نشست خبری اخیرش گفت: رقابت ما از بین رفته است. رقابت ما خوب بود، تماشاگران آن را پسندیدند. کسانی که کریستیانو رونالدو را دوست دارند مجبور نیستند از میسی متنفر باشند و بالعکس. ما خوب کار کردیم و تاریخ فوتبال را تغییر دادیم. ما در سراسر جهان مورد احترام هستیم. این مهمترین موضوع است. او راه خود را دنبال کرده است و من هم راه هم را دنبال کردم. ما با هم دوست هستیم. من هرگز با او شام نخوردم، اما ما همکاران حرفه‌ای هستیم و به هم احترام می‌گذاریم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.